اسلام را در قوارای ما نبینه، بیان اسلام را در کتاب الله، سنت رسول الله، اصحاب کرام، تابعین و تبع تابعین در این زمانه ها مطالعه کنن و زیبا مطالعش کنن. بعد اگر ما کاستی داشتیم، ما اشتباه داشتیم، خما کردیم، دین و اسلام عزیز ما زیباترین نظام را و زیباترین زندگی را برایتان معرفی کرده است. پس چرا با این خوبی که دین دارد، کمال در این دین است، شمول در این دین است، ابدیت در این دین است، الهیت در این دین است، با این صفات عظیم باز هم چرا ما از اسلام فرار میکنیم؟ چرا از اسلام دوری میگیریم؟ فکر میکنم که عوامل داخلیش بیشترتر باید سرش کار بکنیم نسبت به عوامل بیرونیش. در درون فکر بکنیم که تا به امروز ما نتانستیم به مردم ما ای را بفهمانیم که عالم را از عالم نما جدا کن. تا به امروز ملت ما در این ضعیف است. پیش یک دکتر وقتی که شکمش درد میکنه و سرش درد میکند، ده جای پرسان میکند کجاست دکتری خوب، کجاست متخصص، سفر برش میکند تا که خود را به مد طبیب حاذق و پروفسور برساند. ولی در امر دینش، در امر دینش ای زحمت نمیکشد، ای تکلیف نمیکشد، نمیرد که مسافری بکند و یک چند متر دورتر برود تا قضیه را دقیق بگیرد. از طرف دو، تعداد آنانی که دین را معرفی میکند، عالم هستند، دانشمندند، ولی انگامی که میخواهد گپ دین را بگوید با او آمادگی نمیگیرد، با او زحمت به خود نمیدهد تا کلام خود را منسجم بکند و جمع بکند، بعد از او برای مخاطبش به زبان آسان ارائه بکند. هر قدر انسان قوی باشد ولی قبلن که آمادگی نگرفته باشد، کلامش متشتت می باشد، پراکنده می باشد و تیت می باشد. وقتی که تیت شد مخاطب فرار می کند. بنابراین ضرورت داده نمی شود. پس در هر دو طرف نتیجه ای شد که دین بیچاره میماند، دین بیچاره میماند و مردم حلال مشکل خود را باز در دین جستجو نمی کند، در حالی که دین قانون ماست، منهج حیات ماست، وسیله ارتباط ما با خالق ما، با خود ما، با مخلوق است. پس قانون را باید بفهمی و درک بکنی، بعد جنبه تطبیقی از این قانون را جستجو بکنی تا مشکلت حل شود، آسان حل شود و ارزان حل شود. ارگاه ما یا خوب ارائه نکردیم و یا ای که برادرای ما در مجالس علمی زانو نزدند و به خود زحمت ندادن تا با علمای حاذق بروند، نتیجه می شود که فهم دین پایین می شود و ضعیف می شود. ارگاه فهم دین ضعیف شد، بعد از او دین چون خواسته فطری است و نمی توانیم او را ذبح بکنیم، نمی توانیم او را از خود دور بکنیم، خواسته و ناخواسته طلب دینی در فطرت ما عجین است، در زندگی ما است. می شود در یک حد از عمر ما به فرقش بزنیم که آوازت بلند نکن، ولی یک وقت دیگری با سر خود بلند می کند
و میگوید من تشنه هستم، من باید دیندار باشم، دین مدار باشم. در او وقت زمان از پیشش گذشته است و توان فهمش را هم برش مشکل می شود، عمل هم برش مشکل می شود. بعد خودش خود را می خورد و هر قدر پشیمانی می کند نتیجه نمی دهد. روی این اساس است که بر فرد فرد ما ضروری است تا در مجالس علم بشینیم و خود را محتاج برای علم بدانیم. در قرآن و حدیث توجیهات مؤثری وجود دارد که ما را فرا می‌خواند تا در مجالس علم بشینیم، بلکه از وجائب می‌داند: طلب العلم فریضه على كل مسلم. قرآن نگفت که بگو لا اله الا الله، قل لا اله الا الله نگفت، بلکه می‌فرماید فعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که نیست معبودی بر حق. ارگا ما بفهمیم که بدانیم، پس باید در مجالس علمی بشینیم. این را ابدا نگوییم که علم از یک طیف خاص است، از یک قوم خاص است، از یک سن خاص است، بلکه هر کدام ما در جای خودش اگر ما زحمت بکشیم ولو که ریش سفید باشیم می رویم به طرف علم. ارگا ای اقدام را کردیم که می خواهم دین را یاد بگیرم، رسول ما صلی الله علیه و سلم به ما شما می فرماید که ان الملائکه لتدع اجنحتها رضا لطالب العلم. جایگاه چی عجیب تغییر می خورد، مقام چطور عوض می شود که ملائکه بالهای تواضع خود را و رحمت خود را برای تو می گستراند. پس دین یک فطرت است، یک غریزه است در درون ما و این غریزه به تقلید نمی شود پر شود. این غریزه به جهل نمی شود پر شود، بلکه برای ازی به وقت ضرورت داره. دوستای عزیز، اگر ما در مجالس علم نشینیم و دین خود را یاد نگیریم، دین می رود به طرف انحراف، دین خراب می شود، دین باز به تعبیر یک تعداد به مالی خلیا تبدیل می شود، مغزت خراب می کند، ساطول از پیش جور می شود و به فرقت کوبیده می شود، ارزش و کرامت تضایی می کند، جان و مالت باز می گیرد. و این واضح است و روشن است. پس چرا؟ به خاطر که وقت دین را عالمانه نگیری، دین به طرف انحراف چه وقت می رود؟ انگامی که خرافات، بدعت و رسوم جاهلی داخل دین شود، دین باز می پنده. باز هر چیز به نام دین سر تحمیل می شود. اعتراض هم کرده نمی تونی که خو اگر این بگم نه نشود که کافر شود، اگر بگم چرا نشوه که از جامعه ترد شوم، در حالی که دین نیست. پس آنان که دین را یاد ندارند و وقت برای فراهمگیری دین نمی دهد، خواسته و ناخواسته به طرف بدعت ها و رسوم جاهلی به نام دین رجوع می کنند و ما شما داریم. و شما چیزی فکر میکنین که در یک جای به نام دین تبله، ارمونه، رباب زده شود، نامش هم ذکر ببانی، آیا این انحراف نیست؟ آیا پیشانی که جز به الله به کسی دیگری پایین نمی کنیم و به نام دین در پیش روی مخلوق و در پای مخلوق گذاشته شود، این انحراف نیست؟
آیا این تکفیر و این تفسیق و این تذلیلی که هر روز در فرق مردم ما میخوره این انحراف نیست؟ پس کلش از امیجا سرچشمه میگیرد. هرگاه ما در مجالس دین نشینیم و وقت را برای فراهم کردن زمینه تعلیم و تحصیل دینی مساعد نکنیم، چون جوان ما و مردم ما در اینجا تشنگیش مرفوع نمی شود، بعد انحراف میکنه از دین و ترک دین، دین را باز میگذارد. باز خیال میکنن که مشکل در دین آفریده است. انت فکر بکنین که علت آمدن سوسیالیسم و کمونیست ها در افغانستان چی بوده؟ چرا یک نفر که پدر و مادرش مسلمان است و ای میگه که من مسلمان نیستم؟ چرا چونین گپ را میزند؟ به خاطر که در کل افغانستان 7 تا مدرسه داشته، به خاطر که در خانه کلان کلان مولوی صاحبا میرفتی 200 جلد کتاب پیدا نمیکردی، به خاطر که در اوجا مجالسی که در اوجا قضایای دین مطرح شود به ندرت پیدا میشد. و آنانی که در این مجلس حتما هستند از برادرای ما که در وقت داوود و ظاهرشاه و چی و چی چند کتاب در ارزش های دینی به زبان پشتو و دریتان وجود داشت. وقتی که کتاب نباشد، مجلس علمی نباشد، جوان بیچاره فکر میکنه که کل عقب ماندگی که ما با او رو برستیم شاید منشأش دین باشد. پس بیا دین ترک بکو تا کشور رشد بکنه و آباد شوه و چی شوه و چی شوه. دین اصل ملامت میشود، در حالی که دین بر دستور میدهد که بیکار نباش، نان مفت نخور. نزد رسول ما صلی الله علیه و سلم جوان آمد و گفت امرم کمک بکن، چیزی ندارم. رسول علیه و سلام برش گفت که در خانه چی داری؟ گفت یک دانه پیاله دارم که یک لیاف کمپل به صدا. گفت بیار هر دویشه. او را گذاشت، گفت ایره کی میخرد؟ یک گفت یک رپه، گفت نه از این بالاتر کی میخرد؟ و دو رپه برش فروختش، 2 دینار. یک تیشه یک ریسپان برش خرید و یک رپم چیز نان برش خرید، گفت ایره به اهلت بده و خودت برو در کو چوب بزن و بیارش در بازار بفروشش. 10 روز بعد باز ما تو میبینیم یک دیگر رو. 10 روز بعد جوان میآید، 10 رپم دارد، در خانهش نانم دارد و خوشم میشه. این دین است که برد میگه الکاسب و حبیب الله. این دین است که رسول ما صلی الله علیه و سلم دست دیقان را بوسه میکند و برش میگه این دست آتش نمیبیند. پس دین خواب نیست که انسان خواب بکند. این دین است که برش میگه که لا رهبانیت فی الاسلام. در این کنج مسجد ششتن و تسبیح را دراز انداختن، میگه این چیز در دین نیست، بلکه دین کار است، تلاش است، مبارزه است، علم است، خدمت است. دین است که برات میگه که ید العلیا خیر من ید السفلا، دستی که بالاست بهترتر است از دستی که پایین است. دستی که عطا میکند او دست خوبی است، نه او دستی که میگیرد. پس هرگاه ما مجالس دینی را، مجالس فهم دین را نداشته باشیم و نشینیم، طبیعتا باز میریم به طرف انحراف. دین را باز اعلام میکنیم. 3، چرا اعلام میکنه جوان ما دین را؟
به خاطر که قیادتی که این باید پشتش روان باشد او را نمی بیند. یک اسوه و الگویی که او باید پشتش روان شود او را نمی بیند. وقتی که الگو را نمی بیند و طبیعتاً در فطرت ما این نهفته است که باید یک الگو داشته باشیم، یک نمونه داشته باشیم. پس ارگاه در ما بین ما الگو نبود، الگو را از دیگران می گیریم.